برای ارزیابی وضعیت تیم ملی کشتی فرنگی ایران با مصاحب سروندی گفتگو میکنم، خبرنگار ورزشی که از طریق اسکایپ از استانبول با ماست. آقای سروندی، ضمن سلام و شب بخیر، به نظر میرسه آستانه تحمل محمد بنا به سر رسیده و بار دیگه وی لب به انتقاد گشوده. وضعیت این تیم چگونه است؟ درود بر شما آقای امادی، عرض ادب و احترام دارم به بینندگان عزیز تلویزیون وابعد خدمتتون عرض کنم که آقای امادی، به نظر میرسه آقای بنا در حال حاضر از سه جهت از لحاظ روانی و روحی تحت فشار است. ابتدا اینکه ایشون در المپیک قبلی سه مدال طلا رو تیمش کسب کرده، انتظارات از این تیم بالاست و متاسفانه زمان برای آماده سازی تیم هم کم بود. مسئله دومی که وجود داره این هست که از مصاحبه های کادر فنی، تیم فنی که داره حالا حمایت میکنه کار بنا رو و دارن نگاه میکنن از بالا تیم بنا رو، مشخصه که وقتی اینها رو ما در کنار مصاحبه محمد بنا قرار میدیم، میبینیم که اینها عذر میخوام با مدیر فنی یک مقدار این دو تیم که هستن دوچار مشکل هستن و یک مسئله هستش. اون نکته سومی هم که عرض کردم خدمتتون که وجود داره این هستش که از لحاظ مالی هم به نظر میسه که تیم محمد بنا تحت فشار هستش و شرایط خوبی رو در اردو نداره. همونطور که شما فرمودید، از مصاحبه امروز آقای محمد بنا کاملا مشهود هستش که امکانات خوبی تحت اختیار این تیم قرار نداره. اما مصاحبه های کادر فنی خود آقای بنا که این رو میخونی، مشخصه که یک مقدار روند آماده سازی تیم رو به بهبود است و وضعیت بچه ها نسبت به این اردوی اولی که برگزار کردن، الان در اردوی چهارم هستن، نسبت به اردوی اولی که برگزار کردن بهتر شده آماده سازی بچه ها. و از یک طرف دیگه تراکم مسابقه هایی که فدراسیون کشتی داره، مسابقه مختلف، جام باشگاه جهان رو دارن، جام تختی رو دارن، اعزام های مختلف رو دارن، ما باید سهمیه بگیریم. هنوز در سه وزن نتونستیم سهمیه المپیک برزیل رو بگیریم و همه اینا دست به دست هم داره تا یک مقدار شرایط روحی روانی محمد بنا همراه بشه با استرس که اینو ما میتونیم از مسابقه امروز ایشون متوجه بشیم. آقای سروندی، ایشون اشاره کرده که در پس از آخرین اردویی که داشتن، اردوی چهارم، 90% کشتیگیراشون باید تو مسابقات هم توی شما شرکت جام باشگاه جهان و جام تختی شرکت کنن و از برنامه‌ریزی‌هایی که شده برای خصوصا جام تختی ایشون ابراز نارضایتی کردن و میگن باید حساب شده تر و با برنامه تر عمل کرد. تا چند اندازه امکان داره که محمد بنا در آستانه المپیک مانند دو سال پیش که قبل از مسابقات سمتش کناره‌گیری کرد خداحافظی کنه با کشتی؟ بله، این همون موضوع است که آقای امادی اشاره کردن در بخش اول صحبتام. این اختلافاتی که بین شورای فنی هستش و آقای محمد بنا هنوز سر باز نکرده، اما از روی مصاحبه های طرفی میشه این رو لمس کرد. بله، الان شرایط برای کشتی فرنگی شرایط بسیار بحرانی هستش. ما در سه وزنی سهمیه نگرفتیم که نفراتی که الان اونها نفرات برتر ما هستن برای کسب سهمیه، از نفرات برتری هستن که ما حتی شانس گرفتن مدال المپیک رو با اینا داریم. حمید سوریان، امید نورزیا در سنگین وزنمون به همین شکل. ولی من فکر میکنم که محمد بناز روزی که پا گذاشت توی مسیر دوباره برگشته به تیم ملی کشتی فرنگی، پی موضوعات رو به تن خودش مالیده و مرد با تجربه ای هست محمد بنا در این زمینه. فکر میکنم این مسئله که بخواد انصراف بده از کاش یا استعفا بده، این بار این کارو نکنه. اما از یک طرف داره شرایط روحی مسئولین و همچنین مردم و طرفداران کشتی رو آماده میکنه که ما در کمترین امکانات ممکن و موجود داریم این تیم رو آماده میکنیم. و از طرف دیگه اختلافاتی هم وجود داره، اینو مستقیم محمد بنا عنوان نکرده اما میشه لمسش کرد به طور کل. و از یک طرف دیگه هم فکر میکنم که من شرایط این مسابقات پشت سر هم یک مقدار به ضرر کشتی فرنگی تمام بشه. ما میتونم مثال بزنم نسبت به وزنه‌برداری دیدیم چقدر در همین مسابقات جهانی که برگزار شد چقدر آسیب‌های پیاپی صورت گرفت و تیم وزنه‌برداری ما کلن نصف و نیمه در این مسابقات حضور پیدا کرد و یه نفراتمون در اونجا آسیب دیدن. همین مسئله میتونه در کشتی فرنگی هم اتفاق بیفته، یا آزاد فشار بیش از حد و حضور در مسابقات متعدد، کاهش وزن، اینها از لحاظ فیزیولوژی ورزشی قطعا دست به دست همینه تا آسیب دیدگی رو به همراه داشته باشه. از یه طرف دیگه هم حضور نداشتن محمد بنا در یکی دو سال اخیر در کشتی فرنگی باعث شده یک مقدار پشتوانه‌های کشتی فرنگی اختلافاتشون از هم بیشتر بشه. و این که این مسئله که ما الان اگه خدای نکرده نفر اول تیم آسیب بخوره، نفر دوم قطعا اختلاف فاحشی رو با اون داره در اغلب اوزانی که داریم. به شما به کشتی آزاد اشاره کردید، خیلی کوتاه بفرمایید که تیم ملی کشتی آزاد الان در چه شرایطی است؟ شرایط تیم کشتی آزادون به تبع بهتر از فرنگی هستش. البته یک مقدار حضور رسول خادم به عنوان رئیس
و سرمربی تیم ملی کشتی آزاد و پرداختن به رشته‌های مختلف ورزشی گراپلینگ رو داریم، کشتی‌های مختلف بانوان اینا داره برگزار میشه. من فکر می‌کنم رسول خادم بعد در این روزهای آخری، حالا چند ماه بیشتر تا المپیک نمونده و المپیک رو بعد ثانیه‌ای و دقیقه‌ای بهش توجه داشته باشیم برای نتیجه گیری، فکر می‌کنم که بعد در این ماه‌ها و روزهای آخر یک مقدار رسول خادم از کار خودش رو الان با نایب رئیس فدراسیون به مشکل خود یک مقدار بعد کارهای خارج از تشک خودش رو به عنوان سرمربی کاهش بده، بیاد روی تشک با تیم آزاد بیشتر کار کنه. اگر رسول خادم تمام وقت شو بذاره رو تیم کشتی آزاد میتونه بهتر نتیجه بگیره، اما اگر این کارو نکنه قطعا با در تیم کشتی آزاد هم ما در رقابت المپیک به مشکل روبرو خواهیم بود. متشکرم مصعب سروندی خبرنگار ورزشی کارسان کشتی که به ما گفته او کردید از استانبول. با سپاس از شما.